همونطوری که میدونید انتخابات مجلس با تمام بالا و پایین هایی که داشت برگزار شد و طبیعتا تعداد زیادی از نمایندگان جدید وارد مجلس دهم ده خواهند شد با این حال اتفاقی که این دفعه افتاد که نسبت به دفعات دیگر متفاوت بود ورود نمایندگانی هست که میساقنامه ای زیست محیطی رو امضا کردند. انتخابات مجلس هم به پایان رسید اما موضوع مشکلات محیط زیست و منابع آب همچنان باقی است کمتر کاندیدایی در ارتباط با مسئله مربوط به محیط زیست و بحران بیابی صحبت کرده تنها موضوعی که در این مدت بهش اشاره شد میساقنامه زاگروس مهربانه و چند کاندیدا که جست و گریخته راجب به مسئله محیط زیست صحبت کردند. البته صحبتها بسیار کلی بود هیچ برنامه و یا منشور مشخصی در ارتباط با حفاظت منابع به خصوص و بحران بیابی و همینطور مسئله محیط زیست به میون نیومد گفته نشد یکی دو تشکل زیست محیطی از کاندیده های مورد نظر خودشون البته حمایت کردند مثلا در اسفحان اما هنوز لیست کاندیده ها اولا نهایی نشده در ثانی باید منتظر موند و دید که اون میساقنامه زاگروس مهربان که توسط گروهی از تشکلها تهیه شده بود و چماری از کاندیدا امضا کردن چه کسانی هستند اما مهمتر از موضوع انتخابات فردای انتخابات هست و روزهای آتی به این معنی که باید پیگیری کرد مسائل مربوط به کمبود آب و بحران بیابی و مسائل مربوط به محیط زیست رو از کسانی که رأی آوردن باید سوال کرد که چه برنامه مشخصی دارن و اگر اقداماتی بکنن در راستای تخریب منابع طبیعی مثل تصویب قوانینی که منجر به تخریب محیط زیست میشه و یا دست مخربین رو باز میگذاره برای تخریب سوال کرد، مطالبه گری داشت و پرسش داشت که چرا به چنین روشهایی همچنان این نمایندگان پایبند هستند. فعلا باید منتظر شد و تا این افراد در واقع این منتخبین جدید راهی مجلس بشن و کارنامهشون رو و روال کاریشون رو رسد کرد چنانچه مخرب به منابع طبیعی و میراث مشترک همه ما بودند 100 درصد باید در این ارتباط پاسخگو باشن که این البته وظیفه رسانه هاست که شاید در این زمینه چندان پررنگ ظاهر نمیشن